حسن نصرالله اصرار داشت که حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی از حمله 15 مهر حماس به اسرائیل بی اطلاع بودند. این انکار با وجود تمام شواهدی که وجود داره که دست داشتن، چه پیغامی رو به همراه داشت؟ پرهیز حزب الله از ورود به جنگ با اسرائیل و اکتفا به شعار؟ این نشون میده، خود حسن نصرالله هم تو این سخنرانیش اعتراف کرد، یعنی اینو کشف کرد برای همه که هر روز از سوی ایالات متحده تهدید میشد از طریق واسطه ها، یا واسطه فرانسوی یا قطری با حسن نصرالله و با حزب الله تماس میگرفتن که اگر کاری بکنین تمام این ناوهایی که اینجا آمدن و قدرت آمریکایی که تو منطقه داره زیاد میشه همش برای شماست. و لذا با توجه به این اوضاع، به اعتقاد من، نه فقط چیزی که شما اشاره کردید، در واقع تلاش میکنن که دست خونین خودشون رو از این جریان بشویند، بلکه سخنان حسن نصرالله برای من یه چیز دیگه هم داشت که غیر منتظره بود. اصلا هجومی نبود. حسن نصرالله همیشه هجومی در واقع سخنرانی میکرد، نمیدونم حیفا رو میزنیم، تل آویو رو میزنیم، فلان کار رو میکنیم. این سخنانی که امروز انجام داد بیشتر دفاعیه، اگر اسرائیل به ما حمله کرد ما فلان کار رو میکنیم، اگر نمیدونم چه اتفاقی افتاد رفتار متمرکز شد بر سلوک یا رفتار اسرائیل. و من معتقدم که حسن نصرالله خطری که هم برای او هم برای جمهوری اسلامی الان وارد شده رو خوب درک کرده، میفهمه که این بار شوخی نیست و در واقع کسی بخصوص در جهان عرب اگر درگیر بشن با ایالات متحده و با اسرائیل، کسی از حسن نصرالله و جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنه، چون که همین حسن نصرالله که امروز به این شکل داشت سخنرانی می‌کرد یک بار در تمام حوادث رو گفت، همه رو در واقع آورد، یک بار کوچکترین اشاره‌ای به حوادث سوریه نکرد. چرا؟ چون که حسن نصرالله میدونه موضوع سوریه و کشتن 500,000 انسان در سوریه چه وضعی رو در جهان عرب برای اونا ایجاد کرده. کسی از حزب الله خوشش نمیاد، کسی از جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. بله. همه نفرت دارن، همه به اعتقاد من دعا میکنن که آمریکا و اسرائیل به اینا حمله کنه.